هستم از دانشگاه مجازی وین با بخشی دیگر از معرفی عکاسان برتر جهان در خدمت شما هستم. در این برنامه قصد دارم شما عزیزان رو با یکی دیگر از عکاسان برتر آشنا کنم. تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. متشکرم. امی اوتو هوپت از 1910 تا 1920 یکی از معروف‌ترین عکاسان لندنی بود. هوپت در مونیخ به دنیا آمد و در وین بزرگ شد و حدود سال 1900 به لندن رفت. با گروه بسیار با نفوذی از عکاسان قید حرفه‌ای که هنرمندانی همچون فرنی لوئیس، تی کی واربرگ و آل ال کابرن از زمره عکاسان آن بودند. آشنا و سمی شد و به خصوص کابرن سبب گردید که علاقه هوپه نسبت به عکاسی به عنوان وسیله بیانی هنری
برانگیخته شود. امیل آتاهوپه از 1910 تا 1920 یکی از معروفترین و مورد توجهترین عباسان تک چهره لندن بود. هوپه می اندیشید که می تواند موفق ثبت جوهره حقیقی شخصیت مدل‌هایش شود و این کار را با روش ساده ای که آن را شیوه آب کردن یخ می نامید و انجام می رساند. در این شیوه هوپه طی زمانی طولانی با مدل‌های خود گفتگو می کرد و می کوشید تا در آنها احساس راحتی به وجود آورد و با ایشان رابطه دوستانه برقرار کند. نخستین چهره های هوپه دارای ظرافت روانی و سادگی متحورانه‌ای هستند. در آن دوران شماری از چهره های هوپه بسیار خارج از قاعده به نظر می رسیدند. پس زمینه های او عموماً بسیار ساده می نمودند و چند اساسه مورد استفاده وی که به دقت انتخاب شده بودند قرینگی ترکیب بندی را تقویت می کردند و بدین سان قدرت بیشتری بدانها می بخشیدند. از این روز که در عکس های او به عنوان مثال تنها یک عکس قاب شده بر دیوار پشت سر لیون باکست آویخته است. ادموند گارس پشت میزی بسیار ساده نشسته و گلدانی از گلهای زعفران را پیش رو دارد. ادوارد گوردن تریک از نیمرخ در برابر دوربین قرار گرفته و نگاه متفکرانه خود را به زیر انداخته است و دستهایش در جیب شلوارش است. سامرست موام نیم لبخندی بر لب دارد و با حالتی بی‌اعتنا بر پشتی یک صندلی چوبی تکیه داده و سیگارش را میان انگشتانش گرفته است. یکی از خصوصیاتی که در شماری از تک‌چهره‌های هوپه بدان برمی‌خوریم، کاربرد دست‌های مدل به عنوان عنصر ترکیب بندی است. بدین سان است که مثلا در عکسی که هوپه از آرنولد بنت برداشته، سیگاری که بنت در دست بالا آمده خود گرفته است و در تصویر دیده می‌شود، در تعادل بخشیدن و تقویت ترکیب بندی فهم دارد. اگرچه هوپه غالب اوقات در عکاسخانه کار می کرد، شمالی از تک‌چهره های خود را نیز در محیط طبیعی یا در منزل خود مدل ها گرفته است. عکسی که در 1911 از پیکرتراش انگلیسی اپستین در کارگاه او واقع در چلسی گرفت، به طرز خاصی موفقیت آمیز است، چرا که در آن استین به صورت نیمتنه و در حالی که مستقیماً به عدسی دوربین نگاه می کند تصویر شده و چهره وی مکمل نیمرخ ابوالهول است که در پشت سرش قرار دارد. هنگامی که از هنری جیمز در خانه او واقع در رای عکس گرفت، از نوری که از پنجره کتابخانه می تابید استفاده کرد. این نور را کاغذ سفیدی که روی میزی گسترده شده بود باز میتابید. هوپه با این کار به نیمرخ جیمز که نوری قوی بر آن میتابید نوعی حالت سادگی بخشید. عکس‌های هوپه هنگامی که کار وی در روی آنها به پایان میرسید از لحاظ رنگ بسیار غنی بودند و بافت مخملی ظریفی داشتند که به ندرت در سایر عکس‌ها مشاهده میشود. ارائه عکس‌ها با حاشیه به دو رنگ قهوه‌ای روشن و تیره که